سلام به شما بینندگان گرامی. شما بیننده برنامه روانشناسی برای همه از کانال جدید هستید. من سیما بهاری با همکارم آراد علیزاده این برنامه رو تقدیمتون میکنیم. امیدوارم خوب و سلامت باشید، فرصت داشته باشید پای این برنامه بشینیم. مقدمه نمیچینم و میریم سراغ برنامه و برنامه رو شروع میکنیم همراه با میترا بابک عزیز. خوش اومدید میترا بابک عزیز، امیدوارم شما هم حالتون خوب باشه. درود بر شما و همه عزیزان که تماشاگر این برنامه است. قبل از اینکه برنامه‌مون رو شروع کنم بگم که چندین نفر از بینندگان تلویزیون تشکر کردن از برنامه‌ها و گفتن که ممنونیم که وقت می‌ذارید به سوالات ما پاسخ میدید. به خصوص یکی از بیننده‌هامون میگه که اصلا من نمیدونم با چه زبانی از شما تشکر کنم. من میخوام این زبان رو به دوست عزیزمون بگم و به همه بینندگانی که فکر میکنن این برنامه ها مفید هست براشون و کمکی بهشون میکنه، کمک مالی بکنید به تلویزیون کانال جدید. اجازه بدید با کمک های مالی شما ما بتونیم کار برنامه ها و موضوعاتی رو که در دستور داریم رو بتونیم پیش ببریم و تداوم داشته باشه این برنامه هامون. این یک قدم خیلی خیلی بزرگ و یک کمک بزرگ هست برای ما و برای خود شما. و اما سوالات، فکر میکنم که در برنامه یکی دو هفته قبل راجع به یک موضوعی صحبت کردیم که یک مادری گفته بودن پسرشون وقتی که 20 سالش بوده از خالش تقاضای سکس کرده، اگه یادتون باشه شما هم. بله. همون خانم برای من یادداشت فرستادن، گفتن که الان پسرم به شدت افسرده است، هیچ فعالیتی نداره، هیچ کاری انجام نمیده، خاله دیگه کمتر خونه اینا میاد و میره که کمتر کنتاکت داشته باشه، ولی مشکلی که الان این مادر داره ربط به این داره که نمیدونه خودش چه رفتاری باید با بچهش داشته باشه. وقتی که هی بهش میگه برو دنبال کار، برو دنبال درس، برو هرچی، بیشتر فضای پرخاش و بگومگو ایجاد میشه. از ما کمک میخواد، از شما در واقع کمک میخواد که ببینه که چه جور برخوردی بکنه. من اینو توی این برنامه گنجوندم به خاطر اینکه ربط داشت به مسائل سکس و مسائل جنسی و غیره. بفرمایید. ببینید، ما مردم داخل کشور ما در زیر تحت ظلم نظامی هستن که خودارضایی را بسیار قبیح میدونه، حرام میدونه و دنیا حرفای بسیار غیر علمی، ترس ها رو به وحشت های بسیار غیر علمی رو هم ترویج کرده و شستشو مغزی داده و خانواده ها هم همین کار متاسفانه با فرزندانشون میکنن. یک جوان 20 ساله طبیعتاً نیازهای جنسیش، احساسات عاطفیش، نیازهای مالی، یعنی از هر جانبی که نگاه بکنیم میبینیم که جوانای ما تو چقدر در مضیقه هستن در همه موارد. و احساسات جنسی ممکنه که مخصوصا برای آقایون یه مقدار شاید بیشتر ممکنه که یک لحظه های جریحه دار بشون، احساسات جنسی یه مقدار بیشتر حساسشون بکنه و احساساتی تر بشن و ممکنه که ناخودآگاه و یا خودآگاه اون حس جنسیشون باعث بشه که وقتی نگاه میکنن به نوع همجنس یا خود جنس، فرق نمیکنه چه حالا رنگ کمون باشن چه هر کسی، احساس ممکنه یه دفعه دست بده. بعضی وقتا انسان ممکنه حتی خواب ببینه با محارمش که خب طبیعتاً با محارم نباید، از نظر اخلاقی هم نباید رابطه برقرار کرد، ولی ممکنه که حتی تو خواب ببینه. این اتفاق اگر که برای اولین بار افتاده یک مرد 20 ساله، خب خیلی شرمنده شده، برای اینکه به نوعی مادر فهمیده، بعضی از اعضای این خانواده فهمیدن و این حس، احساس انزجار، احساس تنفر از خود و یک سرخوردگی بسیار شدید و حس شرمندگی بسیار شدید، اینا همش این جوان رو محاصره کرده و ممکنه که واقعا سوقش داده باشه به یک افسردگی بد. خشونت خودش نوعی افسردگیه و به نظر من این مادر و خاله خیلی راحت اگر امکانش هست، اولا در درجه اول باید این عزیز کمک حرفه‌ای بگیره
تا بتونه احساساتش رو بروز بده، این احساس گناه، احساس شرمندگی، اینا تو تراپی ازش بره، چون انسان خطا میکنه، حس جنسی یه دفعه بر ممکنه برانگیخته شده و این یک همچین تقاضایی رو کرده، ولی شاید بسیار هم پشیمون از این قضیه. و مادامی که انسان یک اشتباهی میکنه و متوجه اشتباهش هست و متوجه خطاش هست، خب نباید سرزنش دیگه بشه تا این درجه. اصلا سرزنش باید صحبت بشه باهاش و این مسئله باید حل بشه. ولی زمانی که همه با خشم بهش نگاه کنن، همه به احساس نفرت بهش نگاه کنن که تو چقدر کثیفی، تو چقدر اینی و آنی، خب چیز دیگه از این جوون باقی نمیمونه و خطرهای بیشتری ممکنه که گریبانگیرش بشه، مثل خطر مواد مخدر، الکل، قمار و یا حتی خطر بدتر که نمیخوام اسمش رو بیارم و یا خودزنی و بدتر از اون. به همین دلیل به جای اینکه هی به رخش بکشیم و برو سر کار برو سر کار، عزیز برای تراپی حتما حتما کمک حرفه‌ای مادر بگیر براش و در کنارش هم مهربون باش باهاش، بشین باهاش صحبت کن، درکش بکن و اگر امکان داره وقتی تو تراپی شما هم تو تراپی باشین باهاش، اگر که اجازه دادن هر دوشون، تا این مسئله حل بشه بره کنار. این پرونده باید بسته بشه. این پرونده اگه همینطوری باز بمونه و خاله اینجوری داره نمیاد، خب این پرونده یه پرونده بسیار دردناک و بازیه تا آخر عمرش و این احساس میکنه هیچ وقت احساس آزادگی نمیکنه به خاطر این خطاش. و من تازه اگر هم امکان داره یه تراپی بعد از اینکه تراپی داره میکنه، حتی خاله میشینه خیلی مهربانانه مثل یک مادر دوم، مثل یک خاله بهش بگه که درکت میکنم، میبخشمه. بخشیدن الان بخش بسیار مهمی از طرف مخصوصا خاله و بعد خانواده و بعد خودش بتونه خودش رو تو تراپی ببخشه. اینا رو اگر این کارا رو با هم دیگه بکنید، این جوون رو از خطرات بسیار زیاد نجات میدید. اینقدر ضربه نزنید، اینقدر اذیت نکنید این بچه رو، این عزیز رو، 20 سالش همش. دریابین جوانان ما رو که تو این ویرانه ای که ایران ما شد ویرانه، با این همه مشکلاتی که پیش میاد، خطاهای بسیار زیادتری رو ما میبینیم که ما باید اول درکش بکنیم و اگر میتونیم بتونیم طرف رو ببخشیم. امیدوارم صدای منو ای مادر جدی بگیری و این بچه رو بیشتر از این بیمارش نکن. بله. و اما یک آقای 50 ساله گفتن که در کلاس اول دبستان که بودن مورد تجاوز قرار گرفتن و خیلی ترس در وجودشون هست. این تجاوز از جانب یکی از دوستان برادرشون اتفاق افتاده که همسایه‌شون هم بوده. حس انتقام دارن، ترس از گفتن این موضوع دارن، به شدت عصبی هستن و همیشه استرس دارن. الان ازدواج کردن و بچه دارن و ولی خیلی مضطربن همیشه و مدتی هستش که به خودکشی فکر میکنن. دوست برادر ایشون در مورد تجاوز یه جورایی تهدید میکنه اینو که میگم الان که ایشون 50 سالش هست و میترسن، حتی به این فکر کردن که بکشن اون طرفو و برای من نوشته بودن که جرأت نکردم، جرأت نمی کنم اصلا به این مسئله انجام بدم ولی دلم میخواد این کارو بکنم. ببخشید، تهدید اون آقایشون رو تهدید میکنه؟ بله بله بله، اون کسی که به اصطلاح متجاوزه. بله بله، ایشون به هیچ کس نگفتن. یه بار دیگه ببخشید، من چی گفتید شما؟ من متوجه نشدم. اون چند سالشه؟ اون آقا چند سالشه؟ ایشون 50 سالشه. حتما اون طرف خیلی باید مسنتر باشه که اون زمان این کارو کرده و این بچه 7 سالش بوده وقتی که مورد تجاوز قرار گرفته و الان که برای مادران میگن، خودشون دارن میگن که اولین بار هست که در موردش دارن صحبت میکنن. این دوستمون خیلی سخت به قول معروف خودشو باز کرد. اول هی میگفت خجالت میکشم، نمیدونم اصلا چه جوری بگم. بالاخره این رابطه برقرار شد که بتونن صحبتشون رو مطرح بکنن و مشکلشون رو با ما در میون بذارن. از جمع میترسن، بیشتر دلشون میخواد تنها باشن و این خصوصیات رو دارن. به هر حال میگن جسارت کشتنشون ندارم ولی میدونم که یک باری انگار که
روی گردمه، کمک میخوان. آیا این آقا با شما صحبت کردن؟ صحبت نکردن، برای من تکست گذاشتن و من تکستشون رو اینجا پیاده کردم و خلاصه کردم، خیلی طولانی بود. ای عزیز دلم، همش 7 سالت بود، مهم نیست اصلا چند سالت بود. مسئله اینجا اینه که کودک بودی، تینیجر یا نوجوانم بودی، یادت باشه که در درجه اول تقصیرتون بود. دومن باز کردی برای ما. درسته که اسمتو نمیدونیم، درسته که نمیدونیم کیستی. مازامی که از قفسه سینت اومد بیرون، یک کار بسیار بزرگی رو کردی به خاطر اینکه تو تنها نیستی. من خودم قربانی آسیب های جنسی در کودکی هستم. پس تنها نیستی عزیز. خوشحالم از اینی که این موضوع رو باز کردی. الان یه پله از قدرت و توانایی رو پیدا کردی. این ناشرف شرم نمی کنه که الان داره تو رو تهدید میکنه. این خودش باید شرمنده باشه و نگران باشه که شما به فرض بری به کسی بگی. نه اینکه البته تهدیدت میکنه به خاطر اینکه بسیار شاید وحشت زده است از اینه که شما به کسی بگی. به نظر من اگر برات امکان داره، اگر برات امکان داره با خانم در میون بذار. تقصیر تو نبوده عزیز. هیچ نگران نشو. بسیاری از پسران، بعضی از آمارها نشون میده 60% پسران در این کره زمین مورد آسیب های جنسی قرار میگیرن. به نظر من به خاطر اینکه در خیابان و کوچه و اجتماع بیشتر هستن و بیشتر مورد تومه قرار میگیرن. بدون اصلا تنها نیستی. تعداد بسیار زیادی از همون دوست و آشناها و هم کلاسیات و اقوامتو که میبینی ممکنه آسیب جنسی خورده باشه، ولی من و شما اطلاع نداریم. پس انقدر فکر نکن فقط این بلا سر تو اومد. باز کردن قضیه، صحبت کردن در موردش بزرگترین حرکت و بزرگترین مسیر برای این مردابه که از مردابت بیای بیرون. الان از مردابت اومدی بیرون، وارد جویبار شدی. جویبارت باید تبدیل به رودخانه بکنی تا به دریای آزادیت برسی. موضوع رو باز کن، با خانومت صحبت کن. وقتی اون بهت میگه میرم میگم آبروتو میبرم، فقط بهش بگو متاسفم از اینه که تو میخوای آبروی منو ببری، من تو رو نمیبخشم. اگر نمیخوای ببخشیش بهش بگو نمیبخشم. اگر میتونی ببخشیش بهش بگو میبخشمت. ولی اگر نمیخوای ببخشیش، چون خیلی نفرت ازش داری، حتی دلت میخواد از بین ببریش یا خودتو از بین ببری، سر این مسئله عزیزم. ای کاش تو سمینارهای من شرکت میکردی، از زبون خود مردم میشنیدی که چقدر متاسفانه قربانی این فاجعه ها هستن. چون این احساس آرامش بهت میداد که تنها نیستی. امیدوارم در کلاب هاست، برای اینکه من سمینارها رو شروع کردم، امیدوارم که توی همچین برنامه های لاقل اودینس باشی، یعنی پایین فقط گوش کنی، قدرت بگیری ببینی مردم میان بالا و صحبت میکنن در مورد مسائل و مشکلاتشون، من جمله آسیب های جنسی رو که به زودی میذارم. پس نه خجالت بکش، نه شرمنده باش، اینقدر اعصاب خودتو خرد نکن، اینقدر فکر خودکشی. تو مسئولی، تو پدری، تو همسری، تو انسانی، حق زندگی کردن میخوای از خودت بگیری به خاطر اتفاق ناگواری که در گذشته ناخواسته. اگر سکوت کردی در کودکیت، هیچی بهش نگفتی و این بارها این کارو با تو کرد، باز هم بدان که کودک سکوت میکنه، به دلایل مختلف هیچی نمیگه، ولی معنیش این نیست که راضیه، معنیش این نیست که تقصیر کاره. پس به کمپین من هم یا می تو خودت هم بپیوند. خودت هم وقتی قدرت به ما میده، وقتی که میگم منم همینطور، اولین کس میتونی اگر امکانش هست با خانم صحبت کن، بعد با خودش خیلی راحت و سفت و محکم کمک حرفه‌ای بگیر اگر سخته برات، یه چند جلسه با روانشناس خوب صحبت کن که قدرت پیدا بکنی و تا بتونی راحت در مقابلش قرار بگیری و سفت و محکم بگی یا میبخشیش یا نمیبخشیش. اگرم نمیبخشیش، انقدر برات باید بی ارزش باشه این ناشرف که تهدیدت میکنه، باید به اون صورت ناانسانش بخندی بگی تو منو تهدید میکنی، منم که به همه میگم این اتفاق برای من افتاده، تو چطور منو بعدم من بعد به تو بگم. به اضافه اینه که بگو این مرحله رو من میخوام بگذرونم برای اینکه میخوام زنده باشم و زندگی کنم و تو امثال تو اصلا برای من و ما ارزش نداریم که بخوایم اعصابمون رو خرد کنیم، بخوایم فکرمون رو مخشوش کنیم به خاطر شما ناشرف ها.
به قول انگلیسی یا get lost یا برو گم شو تو همون زندگی یادت باشه اون خودش شدیداً ترسوه و یادت باشه شما تنها تومش نیست، بله اصلا تنها تومش ممکنه نباشه، ممکنه بسیاری دیگر رو این گرفتاری رو داشته باشه. بله پس صدای منو بارها و بارها گوش کن، اگر تونستی حواست به کلاب هاوس و به اینستاگرام من چون تبلیغ میکنیم در موردش حواست باشه تا بتونی توی این برنامه ها شرکت کنی، قدرت بیشتری بگیری. گود لاک عزیزم، ارزش نداره که ما بخوایم خودمون رو اینچنین داغون بکنیم که تن به فکر خودکشی. عزیز دلم، به قول انگلیسی ها زندگی خیلی کوتاهه که بخوایم ما باید این مرحله دردناک رو حرف بزنیم در موردش تا بتونیم ردش کنیم. شما چون حرف نزدی باهات مونده، باید بازش کنی، با شجاعت در موردش صحبت. بله، فقط جهت اطلاعتون میگم کمتر از 10 دقیقه وقت داریم و آخه این مسئله خیلی مهم بود خانمه. بله بله، صحبت ها و سوالامون البته در این قسمت خیلی زیاد نیست، امیدوارم برسیم تو این برنامه. و اما در مورد یه پسر بچه یا نوجوان، حالا بچه نه، 13 ساله که گفتن مرتب خودارضایی میکنن و گاهی وقتا یه بار دو بار سه بار در روز، و این باعث شده که دچار بلوغ زودرس بشن و ناراحتن از این موضوع که این کار رو انجام بدن. خودشون میگن عمل زشت در این رابطه. خودش نوشته. بله بله. نه، این بلوغ زودرس نیست عزیزم. تو بالغ شدی، احساسات جنسی بیشتر شده، تجارب داری، تجارب سکشوالیتی داری، اینجوری انجام میدی. اصلا نگران نباش. ابتدایش ممکنه که خیلی زیاد بشه، دو بار سه بار حالا، ولی نگران نباش، آروم آروم یاد بگیر. یعنی اولا این کار زشت نیست، این کار خیلی نرماله، چون اعصابتو راحت میکنه، تمرکزتو بهتر میکنه، خشمتو میاره پایین. بعد یادت باشه بلوغ هورمونای جنسی الان خیلی تحریک شده است، پس نگو عمل زشت، اینو اول برای خودت درست بکن. به اضافه اینی که یه بار دو بار حالا مکسیموم سه بار تو سن تو خیلی زیاد نیست، نرماله، نگران نشو. سوما، سر خودتو بیشتر گرم کن، یعنی یک بار ارضا کن خودتو یا شبم دوباره ارضا کن اگه احتیاج داری، ولی سعی کن تو روز بیشتر یاد بگیری چجوری افکارتو دیسترکتش کنی، خودتو مشغول کنی. انسان وقتی بیکاره یاد خودارضایی میفته، انسان وقتی بیکاره یاد افسردگی و استرابش میفته، انسان وقتی مشغوله بسیار کارهای بهتری رو میتونه انجام بده. نگران نشو، کار زشتی نمی. و مورد بعدی، یک آقای 64 ساله گفتن که من یک انسان سرحال بودم، علاقه من به رابطه جنسی و سکس خیلی برام مهم بوده و گاهی وقتا دلم میخواسته که روزی دو سه بار خواهان رابطه جنسی بودم و دلم میخواسته که داشته باشم. از 3 سال پیش سرد مزاج شدن، البته بعدن برای من نوشتن گفتن که با یک نفر رابطه داشتن، توی یه رابطه بودن و همسرشون اینو فهمیده که اینا با هم رابطه دارن. از اون به بعد همسرشون سرد شده و دیگه رابطه خیلی عاشقانه و گرمی با هم دیگه ندارن و به هر حال از این موضوع ایشون خیلی ناراحتن، نعوذ ندارن و مشکل دارن، حتی با دارو فکر میکنم، بله با دارو هم، از دارو کمک گرفتن که اونم تاثیراتش الان کمتر شده، قبلا بهتر بوده، میتونستن مثلا یه ذره کارایی بیشتری داشته باشه ولی الان کمتر شده، اونم کمک میخوانش. پس خانمشون بهشون خیانت کرده؟ نه، خود آقا به خانم خیانت کرده، خانم فهمیده و سرد شده و حالا خانم سرد شده و ایشون هم مشکل جنسیش کم، مشکل جنسیش هست، سرد هست، خانم هیچ رابطه ای سعی نمیکنه برقرار کنه. این خانم بدارش تو صحبت؟ نه نه نه، یک آقای 64 ساله که مشکل نعوذ دارن، سرد مزاج شدن، رابطه جنسیشون سرد شده، خیانت کردن و خانمشون الان خیلی سرد مزاج شده. بله بله بله، متوجه شد. به همین دلیل ایشون هم خیلی تاثیر جنسی روی خودش گذاشت. بله درست، چون احساس تقصیر میکنه، چون خانمش متوجه شده. خیلی نرمال عزیزم، خانمت که الان سرد شده به خاطر اینکه احساس خیانت کرده، این مرحله مرحله بسیار نرمالیه که ایشون این عکس العمل رو از خودش نشون بده. شما نگران این قضیه نباش، شما باید همراهش باشی. ناراحت نشو که حالا برای مدتی سکس اصلا نکنی باش، مادامی که اون فعلا نمیخواد
بهش دست بزنی، فعلا دوست نداره، خیلی نرماله، نوازشش کن. اولا در درجه اول باید بپذیری که کار اشتباهی کردی، چون خیانت خیلی دردناکه، و این خانومت رو دریابی. رابطه قبلی باید کمپلیتلی تموم بشه. احساس جنسی شما الان مهم نیست، چون الان انقدر داری فشار به خودت میاری که وای نکنه از مردانگی بیفتم، من که انقدر فعال بودم حالا دیگه نمیتونم. خب دو اتفاق افتاده، یک خیانت کردی و خانومت فهمیده، دو حس خانومت تغییر کرده نسبت به شما و شما را هم آف کرده در این مورد. و همین دلیل بهتره که اصلا فعلا به نترس، نترس از سکس نمیافتی. صبر کن، صبر کن. اولین کار و مهمترین کار اینه که بپذیری اشتباه کرد. خانومت باید احساس بکنه که شما پشیمانی از کارید و تکرار مکرر این قضیه نمیشه. زمان باید به خانومت بدی. ناز و نوازشش کن، از پشت بغلش کن. اصلا احتیاج نداری که باش سکس داشته باشه که بفهمونی که من دوستت دارم. برعکس بهش بگو اگر الان تو سکس نمیخوای هیچ اشکالی نداره، هر وقت تو احساس کردی که من میتونم در کنارت با هم رابطه جنسیمون برگرده، من صبر میکنم به خاطر تو. نگران نشو، این چنین باید صحبت کنی، چون الان احساس چندش ممکنه بهش دست میده، ممکنه احساس میکنه که تو چه کارهایی با اون خانومه کردی. این خیلی نرماله. برای یه لحظه خودتو جای اون جای خانومت بذار. اگه برعکس بود شما هم همین احساس به دست میده. در ثانی انقدر فکر نکن روزی سه بار چقدر مرد بودی، روزی سه بار سکس میکردی، حالا نمیکنی. این اتفاق عاطفی بخواد برای شما و خانومت طبیعتا رو احساس جنسی انسان تاثیر گذار. طبیعتا بعضش هم وقتی که آدم با یه دیگه رابطه وارد رابطه میشه، هیجانات نوجوانیش دوباره گل میکنه، سکس بهتری داره پیدا میکنه، لذت بیشتری ممکنه ببره و این احساس جوانی بهتر بکنه، ولی الان یه دفعه احساس پیری به دست داده. برای اینکه احساس میکنی اشتباه کردی، خانومت ناراحته، حالت تناسلیت هم بیدار نمیشه، که خیلی نرماله. پس زمان بده به خودت عزیزم، به خانومت زمان بده، به خودت زمان بده. این همه سکس خوب به قول خودت سه بار در روز داشتی، دوبار سب کن. انسان میتونه، بعضی از آقایون میتونن تا 80-90 سالگی هم میتونن، اگر که ورزش و سلامت داشته باشن میتونن، نگرانشون. مرحله زمان مهمه. این زمان رو بذار با آسایش خاطر هر دوتون رد بشه تا اطمینان به خانمت برگرده. اون وقتی که تازه یه سکس متفاوت بهتر هر جوری که خانمت میخواد باید شروع کنیم. نگرانش رو عزیزم، مشکل جنسی پیدا نکرد. این مسئله روحی روانیه نه جسمی. حالا به خاطر اینکه مطمئنم بشی میتونی با یه پزشک بری چک کنی خودتو، ولی من فکر میکنم بیشتر عاطفی و روحی روانیه تا فیزیکی. بله. و اما آقای تقریبا تو همین مایه ها مشکلشون هست. البته میگن که رابطه جنسیمون دچار مشکل شده، خانومم سرد مزاج شده، هیچ اتفاقی هم نیفتاده بوده ولی سرد شدن یه دفعه. این آقا گفتن به عنوان تهدید سعی کردم که با زن دیگه‌ای وارد رابطه بشم که همسرم به خودش بیاد، ولی اونم تاثیر نداشت و به خودش نیومد و همچنان رابطه سرد و مشکلدار داریم. آقای خودشون همسرشون رو دوست دارن. نگران نشو، من پوز رو بعضی از خانوما اگر دوره یائسگیش رسیده باشه، بعضی وقتا هورمونا تغییر پیدا میکنه و ممکنه که خانما زیاد احساس جنسی از خودشون نشون ندن، اون هات فلش ها میاد اذیتشون میکنه. دومین مسئله، ببین چه اتفاقی افتاده، باهاش صحبت بکن، بهش بگو آیا از من ناراحتی، آیا چیزی ناراحتت کرده. چون خانما معمولا وقتی که مشکل روزانه یا مشکل خانواده همسر یا هر اتفاق دیگه ای که بیفته، خانما مخصوصا خانمای شرقی اولین کاری که میکنن احساس جنسیشون رو سرخورده و سرکوب میکنن و اینکه اصلا نمیخوان بهش فکر کنن. با همسر صبح تهدیدش میکنی، میخوای بدتر شک بندازی، پدر خودتو در بیاری که میری با یه نفر دیگه. لطفا شما برو خودرضایی بکن، از این بازی ها باهاش نکن، برای اینکه فردا اون وقت به شک اگه بیفته، حالا آقا بیا و درستش کن، حالا بعد بتونی ثابت بکنی که فقط خواستی بترسونیش. این رفتار بسیار اشتباه و غلطه. به جای اینکه تهدیدش کنی بهش بگو میخوام باهات صحبت کنم، برای من حرف بزن، چه اتفاقی افتاده که تو احساس جنسی با من کم شده،
من حرف بزن، آیا تکراری شده برای تو؟ آیا رفتاری میکنم تو این رابطه جنسی که تو خوشت نمیاد؟ هر اتفاقی افتاده برای من صحبت بکن. اگه احتیاج داره فکر میکنی کمک حرفه‌ای بگیریم، بریم کمک حرفه‌ای بگیریم. اینجوری باهاش صحبت بکن. در کنارش هم نیاز جنسی خودتو صدای منو همین برنامه رو برای خانمت بذار. و در کنارش خود ارضایی بکن. نیاز جنسی تو اونچنان برقرار به خانمت هم بگو. من گفتم به شما که خود ارضایی بکن، ولی هرگز نه تهدید بکن و نه خیانت. هرگز این کارو نکن. وقت برنامه‌مون تموم شده، ولی من تقاضا میکنم که بتونیم یک دو دقیقه دیگه اختصاص بدیم، چون این موضوع مهمه. اینم یک خانومی که در واقع خاطرات خودشون رو دارن مینویسن، توضیح میدن که وقتی که بچه بودن. نمی‌کنین اینو بذاریم اگر خیلی مهمه، چون من معمولا عمیق صحبت میکنم، بذاریم برای یه برنامه دیگه. چرا؟ شاید خوب باشه، شاید اتفاقا این شاید مسئله مهمیه که ربط داره به خانواده ها و نوع برخوردشون به این جور مسائل. بسیاری از صحبت ها، بسیاری از سوالایی که ما میشنویم، مشکل بسیاری از مردم. بله. بله باشه. بنابراین یک مورد دیگر رو فقط من که کوتاه میشه فکر میکنم بهش جواب داد. یه آقای 41 ساله گفتن یه دونه فرزند 20 ساله دارن. خانمشون رو خیلی دوست دارن و از لحاظ رابطه جنسی ضعیف شدن. یه سال هست که وقتی به سکس فکر میکنن، خودشون گفتن وقتی فکر میکنم احساس خجالت به هم دست میده، احساس میکنم که یکی بهم میگه این کارو نکن، این کار خوبی نیست، و فکر میکنم که حسم اینجوریه که یکی داره ما رو میپاد، داره کنترلمون میکنه. و به هر حال از این موضوع خیلی ناراحتم. قبلا هفته ای 3 بار مثلا سکس داشتیم، الان اگر حتی چند ماه هم سکس نداشته باشم انگار هیچ انگیزه ای ندارم. و پیش دکترم رفتن، آمپول تستوسترون گرفتن ولی و دارو مصرف کردن. بعد از اتمام داروها دوباره همین وضعیت هست. یعنی نه من متوجه شدم. مادامی که شما این چنین یک دفعه احساس بدی میکنی، یه نفر بهت میگه این کار بده، لطفا هر چه زودتر خودتو به سایکایتریست برسون، روان پزشک، دکتر معمولی. اینا رو نگفتی بهش. با دکتر نمیدونم کدوم کشور زندگی میکنی، ایران فکر میکنم ایران باشن، روانشناس و روان پزشک. باید شما هر چه زودتر خودتو مراجعه بدی، برای اینکه این توهمه و باید هر چه زودتر تشخیص بدن، ببینن چه دارویی شما احتیاج داری. من یه مقدار نگران شدم. این طرز تفکر تو این سن یک مقدار پرانویا به من داره نشون میده. زودتر، هر چه زودتر لطفا خودتو به روان پزشک نشون بده. نه ترس، شاید من اشتباه میکنم عزیزم، هیچ نگران نباش. کار اخلاقی، کار انسانی، کار درست اینه که آدم هر چه زودتر جلوی خسارت رو بگیره. نه ترس عزیزم. خیلی متشکر، خیلی ممنون. این سوالایی که من نوشته بودم یکی دو موردش مونده که میذاریم برای دفعه بعد، ولی به هر حال خیلی ممنون که تونستیم به تعداد زیادی از سوالات برسیم. تشکر میکنم ازتون دکتر میترا بابک عزیز و به امید دیدار تا برنامه بعدی. روزتون خوش است. بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با دکتر میترا بابک. همطور که میدونید دکتر میترا بابک روانکاو هستن، پژوهشگر هستن، فعال سیاسی هستن و این لطف رو به ما دارن که در برنامه های ما حاضر میشن، شرکت میکنن و ما هم این امکان رو پیدا میکنیم که بتونیم سوالات و مشکلات شما رو با ایشون در میون بذاریم. تا برنامه هفته آینده و به امید دیدارتون، و امیدوارم که ساعات و روزهای خوبی در انتظار شما عزیزان باشه.